در آستانه سالگرد حمله روسیه به اوکراین که در 5 اسفند 1400 شروع شد قرار داریم. در یک سال گذشته از یک طرف مقاومت مردم اوکراین مورد تحسین جهان قرار گرفت، از طرف دیگه نقش رژیم حاکم بر ایران در آتش افروزی در این جنگ مورد انزجار افکار عمومی مردم ایران و جهان قرار گرفت. برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. با سلام خدمت شما دکتر دشتی. ابتدا می‌خواستیم از وضعیت کنونی جنگ تو اوکراین برامون توضیح بدین و بگین که تعادل قوای موجود الان بین دو جبهه رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان گرامیتون. عرضم به حضورتون، اگه بخوایم از یک تاریخچه جنگ رو خیلی مختصر توضیح بدیم، مدل عمل نظامی روسیه در سال‌های اخیر چه در گرجستان چه در رابطه با شبه جزیره کریمه عملیات سریع و بسیار برق‌آسا بوده که این مدل را هم هستن در اوکراین خواستن اجرا بکنن. بنابراین به صورت ستونوار عازم چند شهر بزرگ اوکراین من جمله کیف پایتخت و از طریق دریای سیاه به بنادر مختلف در جنوب اوکراین و از شرق که تا حدی تحت اختیار نیروهای روسیه بود به سمت خارکیف و دونتس پیشرفت کردند. این عملیات تا یه حدی حتی از سیاسی با چراغ سبزی از جانب غرب هم و امریکا هم روبرو شده بود، و اون که بایدن گفت که اوکراین جزء خاک ناتو نیست، یعنی ما دفاعی نخواهیم کرد. ولی با توجه به ایستادگی دولت اوکراین و مردم اون در پشت این رهبری جدیدشون آقای زلنسکی، کل صحنه یواش یواش شروع به چرخیدن کرد. اون ماشین نظامی و جنگی در گل نشست، تلفات بسیار زیادی به ارتش روسیه وارد شد و حامیان زلنسکی در بین سران اروپا یواش یواش به صحنه رفتن، به کیف رفتن و حمایت علنی خودشون رو اعلام کردن. ما از بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس شروع کردیم و یواش یواش مکرون و بعد اول معاون ریاست جمهوری امریکا و بعد رئیس وزارت دفاعش همه رفتن و اصلا کل صحنه به لحاظ سیاسی چرخید در اون لحظه. از لحاظ نظامی هم در بعد از یک توقف اولیه نیروهای اوکراین اول موفق شدن که دور حمله به کیف کامل متوقف کنن، نیروها رو پس برونن، اونا رو به پشت مرز برسونن. در منطقه شرق و جنوب هم پیروزی‌های زیادی تا همین تابستون داشتن. الان در یک حالت استانداف است، در یک حالت توقف جبهه است. اون چیزی که میگن ناظرین سیاسی و نظامی اینه که روسیه در حال ایجاد یک جبهه جدید و یک جنگ و یک تهاجم جدید هست، همزمان که چیزایی که اصلا تصورش نمی‌رفت در اوایل جنگ، این که نیروهای اوکراین به سلاح‌های سنگینی مثل تانک‌های پیشرفته لئوپارد یا سیستم‌های موشکی پیشرفته تهاجمی که الان بهش رسیده و یا مهمات بسیار پیشرفته مجهز شدند، و این صحنه جنگ رو کاملا دیگه از اون حالت اولیه که همه فکر می‌کردن یک پیروزی سریع برای روسیه اتفاق خواهد افتاد کاملا چرخونده، و بحث اینه که آیا روسیه تا چه حد میتونه این جنگ رو ادامه بده. البته روسیه یک کشور بزرگه، توانمندی نظامی خاص خودش رو داره، ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ نظامی و از لحاظ اقتصادی ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده در این شرایط. بله. این وضعیتی است که الان هست. به طور قطع و یقین نمیشه گفت که تا کی این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، ولی احتمال ادامه داشتن اون در چند سال آینده هم هست. ولی مطلقاً از پیروزی روسیه دیگه خبری نیست، بلکه بحث اینه که شکست روسیه رو چجوری میشیم در آینده تعریف بکنیم. این اگه بخوام خیلی مختصر شرایط الان رو توضیح. بله، شما به خوبی این جبهه بندی و تعادل قوای موجود رو گفتید. اگه اجازه بدید تصاویری هم از همبستگی ایرانیان آزاده با مردم اوکراین در همین جریان تظاهرات مونیخ هستش که با هم دیگه ببینیم، بعد من سوالی هم
در همین رابطه خدمتون دارم که ادامه. Vielen Dank, liebe Theresa. Auch iranische Gemeinde möchte ihre Solidarität mit der Ukraine. ایرانیان آزاده از تظاهرات اوکراینی ها در مونیخ حمایت می کنند. We have come here to express our solidarity with the people of Ukraine in their war against aggression. The Iranian regime ما با ابراز همبستگی با مردم اوکراین در نبردشان بر علیه اشغالگری از شما حمایت می کنیم. رژیم ایران برای کشتن مردم اوکراین توسط سپاه پاسداران پهپاد به آن کشور می‌فرستد. سپاه پاسداران باید توسط اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در لیست تروریستی وارد شود. مردم ایران تا کنون بیش از 40 سال است که از این رژیم رنج بسیار دیدند. بنابراین نبرد آزادی علیه اشغالگران برای مردم اوکراین و برای مردم ایران یک حق است و نه یک امتیاز. از این رو بار دیگر تأکید می‌کنیم که مقاومت ایران و مردم اوکراین در اتحاد و همبستگی هستند و دولت‌های غربی می‌بایستی هر آنچه را که مردم اوکراین برای پیروزیشان به آن نیاز دارند در اختیارشان قرار داده تا بار دیگر آزادیشان را به دست آورند. Whatever means is necessary for the Ukrainian people. بله، با درود به این ایرانیان آزاده که صدای مردم ایران بودن اونجا و حمایت کردن از مقاومت مردم اوکراین. حالا دکتر دشتی، تو یک سال گذشته که جنگ اوکراین تو جریان بود، سیاست رژیم در قبال این جنگ چی بود و خلاصه این سیاست چه تأثیر روی خود رژیم داشتش؟ ارزم به حضورتون که این رژیم از اوائل جنگ، یعنی خیلی از شاید از کشورهای اولی بود که در حمایت علنی از روسیه قدم به میدان گذاشت. ابراهیم رئیسی پیروزی نیروهای روسیه در اوکراین رو تبریک گفت با تر تماس تلفنی به پوتین بعد از چند روز، و این خب ابراهیم رئیسی که همه میدونن یک دلقه که دست آموز خامنه‌ایه و این حرف خامنه‌ای هست. پس از این در مؤلفه سیاسی نابانی رژیم تمام قد در پشت سر روسیه قرار گرفت و از این تجاوز روسیه به یک کشور مستقل دفاع کرد و بارها اینو در جای مختلف گفتن. مثلا حتی چند ماه پیش شریعت مداری که بلندگوی خامنه‌ای است در روزنامه‌کیان نوشت که این مسئله امنیت ماست و ما باید بیشتر حمایت کنیم. این درست زمین سازی مؤلفه‌های نظامی حمایت از روسیه بود که به اصطلاح با ارسال این پهپادهای شاهد 136 هست بهش میگن که باز یه نوع ترور نظامی هست علیه غیر نظامی های اوکراینی و شهروندان اوکراینی. به نحوی از آنها اگر بخوایم موازی به موازیات اون ببینیم با جنگ و انقلاب مردم سوریه که این بشکه های بمب رو همینجوری پرتاب میکردن رو سر شهرهای شورشگر سوریه و باعث ترور و رعب و وحشت میشدن علیه مردم عادی و غیر نظامی ها، الان این پهپادهایی رو که از لحاظ تکنیکی چیز پیشرفته‌ای هم نیست البته، ولی همون از عوارض سیاست مماشات اینه که این موتورهای این پهپادها از خود امریکا وارد کردن و این بمب‌های سرگردان رو ساختن که اینا با یک برنامه‌ریزی خیلی ساده پرتاب میشه و بعد به سمت مناطق مسکونی و باعث ایجاد خسارات هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ بیشتر روانی هست که این باعث این شد که مقامات اوکراینی شدیداً واکنش نشون دادن. آقای میخائیل پولودیاک مشاور ارشد زلنسکی گفت که ما باید دیگه دست از سر این قطعنامه‌های بی تأثیر ملل متحد برداریم و
از ضرورت تعطیل شدن کارخانه‌های تسلیحاتی حکومت ایران گفت. ضرورت تعطیل شدن شاید یک کلمه‌ای است که کمی به قول معروف مرتب منظم و مؤدبانه است، بیشتر منظورش نابود شدن این تأسیسات است، که دو روز بعدش هم این کنانی وزیر سخنگوی وزارت خارجه رژیم واکنشش داد و گفت که ما عواقب این حرفا رو متوجه اوکراین میدونیم. بنابراین حتی بخش از کشور غربی حمایت رژیم از اساس نظامی از روسیه رو ناقض قطعنامه های ملل متحد علیه روسیه در رابطه با این جنگ و این تهاجم دونستن، چون شورای امنیت ملل متحد خیلی جدی و خیلی به طور واضحی این تهاجم رو که بر علیه یک کشور عضو ملل متحد هست محکوم کرده، و این به نفعی از اینها باعث این شد که برجام یک لطمه بیشتری هم خورد و امکان احیای اون به مراتب کمتر شد در این شرایط. یعنی غرب و حتی از لحاظ منطقی اسرائیل هم دچار یک مسائلی شدن که نمیتونن این کمک رسانی علنی رژیم به روسیه رو نادیده بگیرن و به تبع این عواقبی برای رژیم خواهد داشت. در رابطه با مقاومت ایران، مقاومت ایران از روز اول از مردم اوکراین دفاع کرد، از حق مقاومت اونا دفاع کرد و خیلی تیز و واضح خانم مریم رجوی این مسئله رو اعلام کردن. حتی نمایندگان بسیار سرشناسی از اپوزیسیون از دولت اوکراین و پارلمان اوکراین در مراسم کهکشان در شهر اشرف در خرداد گذشته حضور به هم رسوندن و یک حالتی هست که هم یک باعث دوستی دو مردم هست که با ضد رژیم های متجاوزی مثل روسیه و رژیم جنایتکاری مثل رژیم خمینی هستن که الان در یک اتحاد استراتژیکی و تاکتیکی هرچی بیشتری با هم به سر میبرن. بنابراین خیلی طبیعیه که خیلی مردم ما نسبت به مسئله اوکراین حساس باشن. نکته دیگری هم که به نفع ما شد در حقیقت در این شرایط، در این علارغم همه سختیش و تلخیش، اینی که مقاومت علیه یک نظام تجاوزگر هم مشروعیت خودش رو دوباره پیدا کرد. یعنی اینقدر در طی این سالهای بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی این سیاست مماشات اینقدر صحنه سیاسی رو از عنصر مقاومت، از عنصر ایستادگی بر سر پرنسیپ‌های سیاسی، پرنسیپ‌های اجتماعی، پرنسیپ‌های حقوق بشری خالی کرده بود که فقط یه حرفای گنده گفته می‌شد و هیچ در عمل همه کاری می‌کردن. حتی تا مقطع تهاجم روسیه به کیف، خود همین بایدن، خود ماکرون، خود همین دولت آلمان تا حدی صحه کردن و تایید دادن و چراغ سبز دادن به روسیه برای همچین کاری. ولی وقتی زلینسکی مقاومت کرد اصلا صحنه چرخید. یکی از دوستان من، برادرش در ارتش اوکراین کار میکنه، تعریف میکرد که خود مردم اوکراین هم با این چرخش چرخیدن. چون اونا توقع داشتن که همچین چیز مقاومت صورت نگیره و این رهبری سیاسیشون ول کنه بره، ولی با مقاومت اون کل صحنه چرخیده. کشور اوکراین کشور کوچیکی نیست، 40 میلیون جمعیت داره و این چرخش صحنه و اینکه مقاومت و مشروعیت مقاومت مسلحانه علیه یک رژیم متجاوز در صحنه سیاسی جهانی بیشتر علنی شد، به اون نقطه رسید که خب ما میتونیم خیلی راحت‌تر توضیح بدیم که چرا علیه رژیم جمهوری اسلامی باید جنگید، چرا علیه رژیم ولایت فقیه باید مسلحانه آتش جواب آتش رو پیش برد. خیلی راحت‌تر این مسئله رو علنی میشه مطرح کرد. یه زمان مقاومت ایران واقعا تنها بود، خیلی تنها بود در صحنه سیاسی. از این زاویه همه میش گفتن تو چرا مقابله میکنی، چرا تسلیم نمیشی، چرا مذاکره نمیکنی، چرا کوتاه نمیای. ولی الان پذیرش یک مقاومت در صحنه‌های مختلف خیلی راحت تر هست برای مردم مثلا صحنه بین ملی. بله دکتر داشتی، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، یعنی تأثیرات این مقاومت روی به اصطلاح تأثیر متقابلی که داره، چه رو به خود مردمشون، چه روی قیام مردم ایران، که در این رابطه هم سوالی دارم خدمتتون. ولی یک اشاره کردید به اصطلاح واکنش هایی که به هر حال دولت زلنسکی سر سیاست هایی که رژیم
سر اوکراین داشت واکنش هایی هم داشته. حالا هموطنی سوال پرسیدن تو این رابطه، گفتن چرا اوکراین روابط سیاسی خودش رو با رژیم کاملا قطع نمی کنه؟ بارها این مسئله پیش اومده، ولی به نظر من این یک حالتی هست که اون قطع روابط برای زلنسکی یک بهایی هست که اون احتمالاً میخواد این تا زمانی که از همیاری اتحادیه اروپا در این مسئله مطمئن نشده زیاد واردش با این کارت بازی نکنه، چون سیاست مماشرت در اروپا به قدری سنگینه که حتی عواقبش روی این حالت هم هست. یعنی الان اگر به طور واقعی نگاه کنیم، رژیم ولایت فقیه داره اروپایی‌ها رو مورد حمله و تجاوز قرار میده. جبهه جنگ در کیف راه دوری تا مرزهای اتحادیه اروپا نداره، یعنی تا لهستان یا کشورهای بالتیک، ولی سیاست مماشات با رژیم اینقدر این اثرات مخرب و مسمومی داشته که حتی باعث شده که سیاست‌گذاری اروپا یکم دست بسا رو برن، علارغم که تهدید میکنن، علارغم که یه سری تحریم‌ها رو وارد کردن، ولی به طور قطع و به طور قاطعیت با قاطعیت محکم سر این مسئله به رژیم برخورد نکردن. وگرنه تحریم‌ها ایجاد شده بله، ولی باز اونا حواسشون بوده که زیاد به رژیم فشار نیارن، چون وضعیت رژیم در داخل اینقدر خرابه که اگر این فشار هم بخواد از جانب اتحادیه اروپا بیاد و اینو ببرنش مثلا شورای امنیت، یا اینکه به خاطر این مسائلش همکاریش با روسیه بیشتر چیز کنن، یه سری معادلات معاملات نفت گاز که روش حساب کرده بودن در رابطه با جنگشون با روسیه شاید پیش نره. خب این بالانسی است که اونا باید بهش جواب بدن، ولی واقعیت امر اینه که بی‌آبروی رژیم فقط در خود در بیرون منعکس نیست، در خود درون رژیم یک کسی از این است به نام محمد صدر جزء مجمع تشخیص مصلحت نظامه. این طرف در یک متنی گفته بود که این سیاست ما در روسیه و در قضیه پهپادها و مسئله اوکراین ضربات بسیار مهلکی به ما زده. یک، آبروی سیاسی رو برده. دو بازارهای نفتی ما از چین و هند رو داره روسیه از دست ما در میاره. یعنی ما هم ضرر کردیم در رابطه با نفت، هم ضرر کردیم از لحاظ سیاسی. یعنی یه بازی باخت شده برای رژیم. ببینید این حتی در درون رژیم اینو میبینیم. اینکه حالا یک سفیری باشه یا نباشه یا یه حدی از روابط وجود داشته باشه زیاد مهم نیست. مهم اینه که رژیم در هر حالت وارد یک بازی باخت شده، بی‌آبرو شده، واقعا یک جبهه جدیدی از شر رو علیه مردم ایران باز کرده، ولی خیلی نصیب خودش نخواهد شد. بله، امیدوارم که این هموطنمون جواب سوالشون رو گرفته باشن. البته باز هم حرف آخر رو ایستادگی و مقاومت میزنه و جا داره که خیلی بیشتر در رابطه با تأثیرات همین مقاومت مردم اوکراین و تأثیرش رو کل منطقه و سیاست‌ها صحبت کنیم که انشالله در برنامه‌های بعدی هم بازم در خدمت شما هستیم. دکتر دشتی، تشکر میکنم ازتون که در این برنامه همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. سپاسگزارم از وقتی که دادید. موفق باشید. خدا نگهدار.